سلام به همگی خوش آمدین به یک ویدیو دیگه این ویدیو برای شما چند تا خبرهای مهم از مارکت ارزهای دیجیتال و آل کوین ها رو برای شما در اشتراک میمانم خیلی خوشحال میشم تحسین مونم ویدیو رو لایک کنین کانال خودتون حمایت کنین روی دکمه لایک کلیک کنین جدید هستین در کانال یوتیوب تالا حالا کانال سابسکرایب نکردین پیشنهاد میدیم برین پایین روی دکمه سابسکرایب کلیک کنین و زنگوله کنارش هم روی آل قرار بدین این ویدیو یقینا خبرهای مهم تکنیکال و فاندامنتال برای شما از بیت کوین مارکت و آل کوین ها رو برای شما در اشتراک میمانم ویدیو رو تا آخر با من همراهی کنین و ویدیو رو حتما یک لایک کنین اگر هنوز لایک نکدین و دارایی کل ارزهای دیجیتال حدودا 2.33 درصد طی 24 ساعت گذشته کاهش داشته بیت کوین روی تقریبا 32.5 هزار تا 33.000 هزار دلار ترید میشه و اتریوم زیر دو 2000 دلار خب تریدر هایی که بالای 2000 تا بیت کوین دارند طی چند هفته گذشته روزانه هر روز بیت کوین هایشان را از صرافی های متمرکز کشیدن بیرون و اینجا تحلیل تکنیکالش هم برای ما هست گلاس نوت داده های گلاس نود برای ما نشان میده تعداد تمام کوین های بیت کوین در تمام صرافی های ارز دیجیتال از ماه آگوست پارسال که تقریبا ما شما نزدیک به ماه آگوست امسال هستیم تا لحظه حال حاضر ماه جولای اوت فلو و این فلو یعنی خروجی و ورودی بیت کوین که بیشتر طی چند وقت گذشته بیت کوین هایی که مثلا به خصوص از شروع جانوری 2021 تا تقریبا شروع های ماه جون امسال بیشتر بیت کوین از بیرون از صرافی ها یا ببخشید از صرافی ها کشیده می شدن میرفتن بیرون یعنی کسی علاقه فروش نداشتن و کوین های بیت کوین در صرافی ها کم بودن و بعدش طی چند هفته گذشته به خصوص از شروع ماه جولای تا حالا ما و شما بیشتر یا تریدرها بیشتر بیت کوین رو وارد صرافی کردن پس به این معنا که کسانی کدام جایی بودن که بیش از 2000 تا بیت کوین داشتن و بیت کوین رو فروختن و الان پس دوباره ای برعکس حرکت کردن خب در کتا مدت ما دقیق نمیدونیم که چی اتفاق میتونه پیش, پیش بیفته و حالا میتونه ای اینکه نه بولش باشه نه بیرش نه مثلا سودی باشه نه نزولی ولی امکان هم سودی و هم نزولی هست یعنی که اگر او تریدر هایی که بیش از دو هزار تا بیت کوین دارن وارد خروج، مثلا خروجی بیشتر میشه خب یعنی هر مقدار که کوین بیت کوین در صرافی ها کم وجود داشته باشه امکان دمن یا درخواست بیت کوین زیادتر باشه و رشد قیمت در بیت کوین ما میتونیم شاهد باشه ای بیشتر در کوتاه مدت تاثیر تحص... گذار هستم و ببینیم که حالا باز دوباره همین نهنگ ها یا همین کسانی که بیش از 2000 تا بیت کوین دارن در خروجیشان ادامه میده یا بر یک مدت کوتاه هسته هر خبری بیاید تک... تکنیکال و فاندامنتال ما حتما شما در اشتراک شما رو اه... برای شما در اشتراک میمانم و حالا اگر بعضتان در ذهنتون برسه چرا مثلا اینقدر درباره بیت کوین در بعض ویدیو من شما صحبت منم چون خب بیت کوین مهم هسته تغییر دهنده مارکت ده بیت کوین و اتریوم بعدش ویزا در آم در استرالیا ویزا کارت در استرالیا یک بانک به با نام کریپتو اسپند یا کریپتو اسپند مثلا ایره امروز اعلان کردن که شهروندان سیدنی و استرالیا کسانی که از ویزا کارد استفاده می‌کنند که ویزا کارد هم قول پیکر دنیا هستن در قسمت نگهداری و حمل و نقل پول برای مشتریانش از به بعد اجازه میده که بیت کوینشان به عنوان پول واقعی کسانی که از بانک استفاده می‌کنند نه صرافی بیت کوین هایشان به عنوان پول واقعی در خرید و فروش های آنلاین و آفلاین روی کمپنی ها استفاده کنند واقعا خبری بزرگ میتونه باشه و بعدش مریم سراغ ایتریوم تعداد استفاده کننده های امور مالی غیر متمرکز ایتریوم بالای 3 میلیون رسیده حالا من این خبر را تقریبا دیروز یا پریروز روز شما در اشتراک ماندم ولی این چند تا چیزی مهم دیگه هم مثلا برای شما صحبت منو. قبل از اینکه سراغ دیگه خبرها بریم یکم درباره از این برای شما صحبت تعداد استفاده, استفاده کننده های منحصر به فرد امور مالی غیر متمرکز اتریوم از دسامبر 2020 تا حالا مثلا دو برابر شده خب اینجا تحلیل تکنیکالش هم وجود داره که برای ما نشان میده که بخصوص با وجود ریزش حال حاضر مارکت استفاده کننده های امور مالی غیر متمرکز تریوم در حال افزایش هسته خب اینجی تیتل یک مقدار بولش هسته و اینجی هم در تکنیکال هم برای ما بولش نشان میده اما او چیزی که اینا نشان میده واقعیت نداره هسته ولی او مقداری که اینا فرض مثال نمکش اضافه کردن نیسته این اینجا قشنگ تعداد تمام استفاده کننده های دیفای اتریوم را برای ما نشان میده و دیفای اتریومی که هر روز در حال افزایش است فیصدی از کوین های کل کوین های ایتریوم که روی دیفای امور مالی غیر متمرکز یعنی قفل شده یعنی باز دوباره در حال رشد است در حال افزایش است بعد از ماه جون و حدوداً نو اشاره 07 تا از کوین های ایتریوم چیزی به اندازه یه. 7 -8 درصد از تمام کوین های ایتریوم در حال حاضر فرستاده شدن روی اپلیکیشن های دیفای امور مالی غیر متمرکز ایتریوم در اینجی تمام کسانی که یا کسانی که از دیفای ایتریوم استفاده مونه هر کسی میتونه چندین تا والد داشته باشه اگر سه میلیون برای ما نشان میدیم به این معنی نیست که حتما 3 میلیون منحصر به فرد یعنی یک, ش... یک شخص هستن میتونه یک کس چندین تا والد داشته باشه و واقعیتش اینجا هسته و اینجا هم برای ما تعداد استفاده کننده های دیفای امور مالی غیر متمرکز ایتریوم رو نشان میده خب چون من شخص واقعا در این کانال یوتیوب کشش مونم که خبرهای واقعی خبرهای واقعی بینانه و خبرهای شفاف را واقعا برای شما در اشتراک بمانم چون در واریز یک مقدار بیشتر جستجو و تحقیق کردم یه چیزی که در دیفای ایتریوم نشان میده یک مقدار برای ما سوال کننده بودن ایتریوم در حال افزایش هست دیفایش در همه شاخه هایشی ولی او چیزی که در اینجا گفتن نیست دیگه ببینیم که بعد از بروز رسانی ای آی پی پونزده پینجا و ایتریوم در 4 آگوست چی اتفاق میفته و برزیل اولین کشور لاتین آمریکا اولین کشور اولین کشور یا لاتین آمریکایی شد یا آمریکای لاتین شد اولین کشور آمریکای لاتین شد که ETF ای ایتریوم را راندازی کرد یه خبر خیلی بزرگی دیگه از ایتریوم برزیل گفتم درسته آره دیگه برزیل اولین کشور آمریکای لاتین شد که ETF بیت کوین راندازی ایتریوم راندازی کردن اگه شما نفهمید ETF چی هم یک تیکری از اسمش چیه ایتریوم مر روی صرافی های, های اکسچنج ما اکسچنج معاملاتی جایی که تقریبا همه مردم به راحتی بتنن او تیکرش خرید کن یعنی اونجا مثل صرافی نیست که کسی بتونه ایت ایت ایتریوم رو مستقیم دریافت کنه یعنی ما در صرافی میتونیم ایتریوم رو تبدیل به دیگه کوین کنیم میتونیم ایتریوم در جای دیگه بفرستیم میتونیم ایتریوم دریافت کنیم اونجا تقریبا مثل سهام است وقتی ما سهام میخریم دسترسی مستقیم به سهام نداریم فقط میریم مالکیت یک مالکیت سهام یک کمپانی رو میخریم و این رو برای شهروندان برزیل را اندازی کده واقعا ایتریوم هر روزه در حال در حال پیشرفت است در حال آماده شدن برای جایگزینی بانگ ها است به خصوص دیفای ایتریوم و بعدش خبر مهم و خبر عالی دیگه از ویچین اینجا هسته کنفرانس جهانی هوش مصنوی به نام VAIC به عنوان VTrust VTrust روی بلاکچین روی ویچین ساخته شده کنفرانس جهانی هوش مصنوی به نام VAIC به عنوان ویتراست روی ویچین ساخته شده و به عنوان به عنوان پیش, پیش, پیش نو یا فرض مثال پیش رو نو روی برنامه بلاک چین به طور رسمی فهرست شدم کدام معنی برای شما داد یک مقدار برای من هم یک مقدار سخت بود متوجه شدم یعنی کانفرانس هوش مصنوی به عنوان وی آی سی روی وی چین ساخته شد و به عنوان پیشرو نوآوری روی, نو روی بلاک چین به طور رسمی لیست شدن به طور رسمی یعنی در فهرست بلاک چین لیست شدن و بنیانگذاری ویچین وی چین هم گفته که و یه هم از طریق روی وی چین تور که همون توکن دیگه ایتری توکن نتیو یا توکن اصلی وی چین هستن و گفتن که ما واقعا خوشحال هستیم که دقیقا این کار انجام دادیم یعنی مثلا کلا به طور جهانی از بلاکچین ما در قسمت رشد جهانی برای نوآوری اینا استفاده میشه و ما هم خوشحال هستیم که چنین خدمات را برای دولت ها و برای شهروندان مثلا خیلی کشورها بیتنیم بیدیم که از بلاکچین ما به عنوان یک یک سیستم دولتی استفاده شده و خبر خوب به بعدی دیگه درباره ای او ارزی ای ارزی ای را که نم میشناسین یا نمیشناسین ارزی ای اس کلا طوری ساخته شده که برای برای دیولپر ها یعنی توسعه دهندگانی که در یا کسانی که در دنیای بلاک چین میخوان فعالیت کنن برای زونا امکانات رو بده که اپلیکیشن های هوشمند دپس اپلیکیشن های هوشمند بسازن و نوآوری را نوآوریره رو بیارن روی دنیای بلاک چین یعنی از تکنولوژی بلاک چین بتونن به راحتی استفاده کنن هر نوآوری رو که میخواین در دنیای بلاک چین و دنیای واقعی تشکیل بدن و ای ای او اس ای او اس زبان من مختار دوست نمیچرخه ای او اس قراره یک صرافی شخصی را کنه صرافی ارز دیجیتال ارزش 9 میلیارد دلار و ویدیوی خلاصش اینجا هسته یعنی جوان بنیانگذارش هسته و واقعا ببینید که هر روزه ارزهای دیجیتال هر کدامش در شاخه های مختلف در دنیای ارزهای دیجیتال میخوای فعالیت کنه صرافی رو شینه حالا بچا مک ای اس ندارم ولی خبر واقعا یه خبر خوب و بزرگ میتونه باشه نظر شما درباره چی هستن و نظرتون درباره تکمیل ویدیو هم در کامنت بنویسین و تقریبا در 10900 تا سابسکرایبر رسیدیم 100 تا دیگه مونده که در 11000 برسیم و واقعا تشکر بچه بچه‌ها از حمایت از شما کسانی که ما در یوتیوب اینستاگرام تیک تاک اینا حمایت مونین دیگه هاره دیگه تا ویدیوی بعد خدا نگهدار ویدیو رو هم بچه بچه‌ها لایک کنین جدید هستین حتما کانال سابسکرایب کنین دیگه نظرتون در کامین بریم بنویسین تا ویدیوی بعد خدا نگهدار